دهمین ده سال از فعالیت رسانه مستقل مجموع رسانه امام حسین علیه السلام آغاز شد این مجموع رسانه نه سال قبل همزمان با میراد فرخنده حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام کار خود را به عنوان یک شبکه شیعی مستقل به زبان فارسی و با عنوان شبکه امام حسین علیه السلام آغاز کرد خدمتگزاران این شبکه شیعی با توکل بر خدای منان و در سایه توجهات خاصه حضرت ولی عصر الله تعالی فرجا و شریف توانستند پس از گذشت سه سال شبکه دوم مجموع رسانه امام حسین علیه السلام را به زبان عربی راه کنند. این مجموعه با تلاش بیوقفه کادر فنی خود و استعانت از خداوند توانست با بکارگیری کادری مجرب تنها پس از یک سال از راهندازی شبکه دوم سومین شبکه خود را به زبان انگلیسی راه اندازی کند این مجموعه با تلاش بی کادر فنی خود و استعانت از خداوند توانست با کارگیری کادری مجرب تنها پس از یک سال سومین شبکه خود را به زبان انگلیسی راه اندازی کند همچنین مجموع رسانه امام حسین علیه السلام با صبات قدم در راه نشر معارف اهل بیت علیه السلام از طریق شبکه های محوری شبکه از زهرا سلام الله علیها به زبان ترکی را به مجموعه شبکه های مجموع امام حسین علیه السلام اضافه کرد. پس از این موفقیت های چشمگیر و با توجه به درخواست شیعیان اردو زبان خصوصا در کشورهای پاکستان و هند مدیریت مجموع رسانه امام حسین علیه السلام افتتاح پنجمین شبکه ای این مجموع ای به زبان اردو را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب پس از نه سال از افتتاح مجموع رسانه امام حسین علیه السلام این مجموعه به پنج زبان زندگی دنیا یعنی فارسی، عربی، انگلیسی، ترکی و اردو در دسترس تمام شیعیان و علاقه مندان در عکس نقاط دنیا قرار گرفت. در طول این سالها این مجموعه رسانه ای با مشکلات بسیار روبرو شد و بسیاری از دشمنان تشیع انواع فشارها را بر این مجموعه رسانه ای مستقل شیعی وارد آوردند. ولی این مجموعه توانست با توکل به خدا و با استعانت از حضرات معصومین علیه السلام از میان مشکلات و فشارها راه خود را بیابد و امروز در جای جای جهان با پخش برنامه های پویا از طریق بروستن رسانه های ارتباط جمعی فرهنگ اهل بیت علیه السلام و دین حقیقی اسلام را در اختیار شیعان و جویندگان حق و حقیقت قرار دهد.